سلام، با خبرهای این ساعت طولو و شبکه جهانی طولو نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه هفتم ماه حمل سال 1391 هجری خوشیدیست که برابر میشد با 26 ماه مارچ سال 2012 میلادی. در آغاز سرخطه چند خبر. برگزاری پنجمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان در شهر دوشنبه. هشدار گروه جهانی بحران از حضور جاسوسان خارجی در دستگاه حکومت افغانستان. با تاکید باراک اوباما بر یک جهان فاقد از جنگ افزارهای هسته‌ای. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پنجمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان امروز در شهر دوشنبه برگزار شد. این نشست با حضور رئیسان جمهور تاجیکستان، ایران، پاکستان و افغانستان برگزار شده است. شرکت کنندگان این نشست بر افزایش همکاری‌های اقتصادی میان این چهار کشور تاکید می‌ورزند. در این حال، رئیس جمهور تاجیکستان کشورهای خارجی را با دست داشتن در افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان متهم می‌کند و چگونگی مبارزه با این پدیده در افغانستان انتقاد می‌کند. مجاهد کاکر از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. این نشست محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تشکیل همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند. رئیس جمهور تاجیکستان با پشتیبانی طرفین حکومت افغانستان در زمینه گفتگوهای صلح از شیوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرد. آقای امام علی رحمان با اشاره به دست کشورهای خارجی در کشت تولید و قاچاق مواد مخدر میگوید مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر به کار میرود از کدام کشورها وارد افغانستان شود. گفتنیست که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و محمود احمد نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران یک بار دیگر توسعه همکاریهای اقتصادی با افغانستان تعهد کردند. مقابله با تروریسم فقط یک بهانه است. بهانه حضور در افغانستان حادثه پر رمز و راز 11 سپتامبر و یک فرد متهم بود. بعد از 10 سال از آن حادثه آن فرد نیز دستگیر و در حال انتقال کشته و جسدش به دریا انداخته شد. اما ابعاد حضور و دخالت‌های ناتو در افغانستان، پاکستان و منطقه گسترش یافت و ناامنی وسیع‌تر شد. گروه جهانی بحران از حضور جاسوسان خارجی در دستگاه حکومت افغانستان هشدار میدهد. این گروه میگوید که حضور جاسوسان وابسته به کشورهای پاکستان، ایران، امریکا و کشورهای دیگر در حکومت افغانستان اثرهای نابود کننده خواهند داشت. این گروه خواهان اقدام جدی مردم افغانستان در شناسایی و بیرون راندن این جاسوسان از افغانستان شده است. حضور شماری از جاسوسان کشورهای دیگر در مقامهای کلیدی حکومت افغانستان به یکی از نگرانیهای جدی در کشور مبدل شده است. برخورد دو مقام حکومت افغانستان که به باور آگاهان پرده از روی برخی از پنهانکاری‌های این مقام‌ها نیست، برمی‌دارد واکنش‌هایی را به امرا داشته است. به تازگی گروه جهانی بحران از حضور شماری از جاسوسان خارجی در مقام‌های کلیدی حکومت افغانستان سخت نگرانی نشان داده است. آره، من فکر میکنم که شماری از افراد در داخل حکومت افغانستان به ایران، پاکستان و ایالات متحده آمریکا وابستگی دارند. متاسفانه این مشکل در این قلب آسیا وجود دارد. این بار سنگینی است که مردم افغانستان حمل میکنند. البته این برای افغانستان نابود کننده است. از همین رو افغانستان نمیتواند بر پای خود بیستد و زیر فشارهای منطقه‌ای قرار دارد. هنگامی که اعضای کابینه به کشورهای دیگری وابستگی داشته باشند، به این معناست که این کشور
دارای مردم متحد نیست. در همین حال گروه جهانی بحران نفوذ طالبان را در میان نیروهای امنیتی افغان خطرناک می‌داند. The Taliban, as we've seen lately, have infiltrated. ما شاهد بودیم که طالبان در درون نهادهای امنیتی نیز رخنه کردند. این بسیار خطرناک است، نه تنها برای مردم افغانستان، بل برای ناتو که در حال آموزش و بسیج نیروهای امنیتی افغان است. پس نه تنها پاکستانیان و نه هم ایرانیان، بل خود افغانان باید تصمیم بگیرند که چه چیزی آنان را متحد می‌سازد و از چه چیزی دفاع کنند. پس خود مردم باید به این مشکل رسیدگی کنند و برای آن راه حل بیابند. پیشتر ریاست عمومی امنیت ملی کشور از بازداشت جاسوسان خارجی در نهادهای دولتی خبر داده است، اما تنش‌های اخیر میان برخی از مقام‌های حکومت افغانستان سبب شدند که اتهامات جاسوسی حتی در میان کاخ نشینان نیز به میان آید. یافته‌های برخی از رسانه‌های غربی نیز نشان می‌دهند که نفوذ زیاد یک حلقه محافظه‌کار در کاخ ریاست جمهوری مانع پیشرفت در امضای پیمان راهبردی کابل با واشنگتن نیز شده است. خواستیم تا در این باره دیدگاه حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. این استوره در حال صورت می‌گیرند که دو سرباز خارجی در ولایت هلمند از سوی یک سرباز افغان کشته شدند. آیسف و پخش خبرنمایی می‌گوید که امروز یک سرباز اردوی ملی با دروازه گروه بازسازی ولایتی حمله کرد که در نتیجه دو سرباز نیروهای خارجی کشته شدند. در این حال دفتر رسانه‌های والی هلمند با پخش خبرنمایی از این رویداد ابراز نگرانی می‌کند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل برای ادامه گفتگوهای صلح کشورش با طالبان تاکید می‌ورزد. معاون سفارت آمریکا که در شهر ایرا سخن می‌گفت، تاکید می‌ورزد که این گفتگوها باید تا رسیدن به یک نتیجه پذیرفتنی برای هر دو طرف ادامه یابند و می‌افزاید که کابل و واشنگتن در تلاشند تا موانعی را که تاکنون بر سر راه امضای پیمان راهبردی وجود داشته است از میان بردارند و گفتگوها در این باره ادامه دارند. معاون سفارت ایالات متحده آمریکا که در دانشگاه هرات سخن می گفت تاکید ورزید که گفتگوهای صلح با طالبان باید تا رسیدن به یک نتیجه که برای دو طرف قابل قبول باشند ادامه یابد و می افزاید که ایالات متحده آمریکا به این باور است که باید این گفتگوها متوقف نشوند و اینکه چرا طالبان از این گفتگوها کنار رفتند باید از آنان پرسیده شود. طالبان با نشر خبرنامه از قطع گفتگوهای صلح سخن گفتند و اینکه چرا این گفتگوها را متوقف ساختند باید آنان در این باره پاسخ دهند. اینکه چه کسی با چه کسی دیگر گفتگو می کند مهم نیست، مهم این است که باید این گفتگوها تا رسیدن به نتیجه مطلوب با طالبان ادامه یابند. معاون سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل می گوید که گفتگوهای ویژه درباره توقف عملیات‌های شبانه نظامیان آمریکایی دولت افغانستان با ایالات متحده آمریکا داشته است، اما دو طرف نتیجه گرفتن از این تلاش‌ها متحد هستند و بخشی از این نتایج سپردن مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان بوده است. گفتگوها درباره چالش‌هایی که در برابر امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا وجود دارند ادامه دارند و ما با دولت افغانستان به نتیجه گرفتن این گفتگوها متحد هستیم. چند روز پیش طالبان با پخش خبرنامه از توقف گفتگوهای صلح این گروه با ایالات متحده آمریکا خبر دادند. در این خبرنامه طالبان آمده است که ایالات متحده آمریکا بر تعهداتش درباره پیش‌شرط‌های این گروه برای گفتگوهای صلح صادق نبوده است. شمار از اعضای شورای ولایتی ننگرهار را از ادامه غصب زمین‌ها در این ولایت هشدار می‌دهند. آنان می‌گویند که بخش از زمین‌های کانال ننگرهار غصب و بخش دیگر آن بدون در نظر داشت مراحل قانونی به قرارداد داده شده است. آنان می‌افزایند که این قراردادها بر اساس روابط میان کارمندان بلندپایه دولت، شمار از بازرگانان و نهادهای محلی حکومت در ننگرهار انجام شده‌اند. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز با تازگی از غصب 25000 جریب زمین در ولایت ننگرهار خبر داده است. شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار برای آخرین بار هشدار می‌دهند که اگر جلوی غصب زمین در ولایت ننگرهار به گونه جدی گرفته نشود آنان دست به راهپیمایی خواهند زد. اعضای این شورا می‌گویند که زمین‌های کانال سرمایه همگانی است و هیچ کسی صلاحیت فروش و یا ایجاد ساختمان را در آن ندارد.
د غصب سلسله ختم نشي نو زمونږ ولسونه دې ته تیار دي چې راووځي او دلته خپل تظاهرات وکړي او په سرکونو سملو لکه د سوریه غوندې لکه د الجزایر او د مصر غوندې لکه د ټونس غوندې دغه څه به دا دولت ځکه دولت کې دومره فساد دی چې د ستونو پورې ټول دولت په دې فساد کې ککړ دی نو نور موږ کې د دې خبرې تحمل او زغم نشته حاجي فاروق او حاجي ګلمراد دواړه په شریکه د نوي کال لپاره د کانال لازمه کې په قرارداد اخیستی دی او هغه نمرې کړي تصاویر تاسو سره شته دی او هغه نه نیول کېږي چې وجه نه په دې باندې نه نیول کېږي چې د حاجي فاروق حاجی ګلمراد سره والی شریک دی والی سره لوی سانوال شریک دی لوی سانوال سره جمهور شریک دی اگر همیتر موضوعی شده باشه یک نفر کده دو نفر کرده من فکر نمی کنم که تمام حلقه دولت افغانستان حکومت نه دولت افغانستان از رئیس جمهور گرفته تا سانوال تا نمی فهم کی تا والی و تا اینا همه به این مسئله ادعای بسیار بزرگ است و من یقین کامل دارم که ثابت کردن از بسیار سخت است از سوی دیگر اداره عالی مبارزه با فساد اداری بانک که از غصب و به قرارداد دادن زمین های کانال ننگرهار آگاهی ندارد اما به تازگی از غصب 25 هزار جریب زمین در این ولایت خبر می دهد راپوری بر ما آمده راپور بسیار از منابع موثق 25 هزار جریب زمین تنها از طرف 4-5 نفر در ولایت ننگرهار غصب شده که اینا را مال به حضور رئیس جمهور پیشنهاد کردم چرا نخواستم تنها از دفتر ما یک هیئت بره که مسئول نیمی کاراست که باید دیر تعقیب بکنه اونا از وزارت عدلیه هدایت دادن اگهیت باشه از امنیت ملی باشه از سارنوالی باشه زیر نظر ریاست مبارزه با فساد اداری کی را بررسی بکنن گفتنی است که در حال حاضر 350 هکتار زمین کانال ننگرهار از سوی غاصبان زمین غصب شده است با تماس های پیگیر خواستیم تا در این باره نظر وزارت زراعت و ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم وزارت امور داخله تهدیدهای مخالفان مصالح دولت و همکاری برخی از کشورها را با این گروه نگران کننده می داند. سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که انجام حملات انتحاری به این گزاری ها سوی مخالفان مصالح دولت اناسم یک تهدید جدی برای نظامیان افغانستان هستند. در این حال باید برنامه تازه این وزارت برای نابودسازی هراس افغانان در بخش های آسیب پذیر کشور خبر می دهد. از سوی هم وزارت امور داخله در این سال از آموزش بیشتر از 1000 پلیس افغان در بیرون از کشور نیز خبر می دهد. پیوند بسیار نزدیک پاکستان با گروه های هراس افغان پدیده تازه این نیست. هرچند واشنگتن و کابل بارها از اسلام آباد خواستند تا در پیکار با هراس افغانی صادقانه عمل کند. اما به نظر می رسد که این همه خواست ها به جایی نرسیدند. از این رو وزارت امور داخله فعالیت های گروه های را که از آن سوی مرز بسیج می شوند برای امنیت کشور بسیار نگران کننده می گوید. طالبان از بحث یک تهدید هنوز هم در مقابل مردم افغانستان و از نظر نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم یک تهدید بالقوه محسوب می شوند. هنوز هم طالبان متاسفانه از حمایت های وسیع و گسترده در بیرون از افغانستان برخوردار هستند و هنوز هم محلات دارند در آن سوی مرز افغانستان که اینا در یک فضای آزاد گشت و گذار میکنند و توطئه ها و حملات را علیه مردم افغانستان سازماندهی میکنند. با اینکه تهدیدهای برخواسته از فعالیت های طالبان در بخش های از کشور هنوز هم پابرجا هستند اما وزارت امور داخله از تلاش ها برای نابودسازی این گروه در سال روان خبر میدهد. ما در سال 1391 همچنان تمرکز و توجه خود روی ضعف ساختن طالبان ادامه خواهیم داد. ساحاتی که آسیب پذیر است از تهدید طالبان او را با امن خواهیم ساخت و با همکاری روزافزون و حمایت روزافزون مردم افغانستان ساحه فعالیت از اینا را محدود بسازیم و تصویر بد از اینا را بیشتر منفی بسازیم نزد مردم افغانستان. هرچند به باور آگاهان نظامیان افغان در سال 1390 خورشیدی در کار مبارزه با هراس افغانی فراز و فرودهایی داشتند اما روشن نیست که امسال فشارهای جامعه جهانی برای متوقف ساختن کمک‌های پاکستان به گروه‌های هراس افغان و راهکارهای تازه نظامیان افغان در پیکار با گروه‌های مخالف اثرگذار خواهند بود یا خیر برخی از اعضای مجلس نمایندگان هشدار می‌دهند که اگر وحدت ملی در مجلس نمایندگان تامین نشود این دور مجلس بدنامترین دور خواهد بود. این نمایندگان خواهان ایجاد وحدت ملی برای حفظ حیثیت پارلمان در داخل این مجلس هستند. آنان میگویند که اگر اعضای پارلمان در موضوعات بزرگ و یا موضوعاتی که آبرو و حیثیت پارلمان با آنها وابسته است با گونه ثابت قدم نیستند، بدنامترین دور پارلمانی همین دوره خواهد بود.
برخی از نمایندگان میگویند که نمایندگان مردم در مجلس باید جایگاه راستین خودشان را پیدا کنند. این نمایندگان هشدار میدهند و میگویند که حکومت افغانستان لقب فاسدترین حکومت دنیا را گرفته است و بیچاره ترین مردم مردم افغانستان شناخته شدند. این نمایندگان میافزایند که کشور به سوی یک سرنوشت مبهم می رود که آخر کارش معلوم نیست. وقتی که آقای کرزی خودش میگه که من رئیس پارلمانم، با عرض معذرت حرف من میزنم که ما با یک جمعی از دوستان پیش یک کسی کلانا رفته بودیم که اون دوست میگفتن که آقای کرزی خودش وقتی میگه که من رئیس پارلمانم با یک پلگ روی که من بیتانم میشه خانم بلی موسوما دیگه چی حیثیت به من رئیس پارلمان؟ این واقعیت از من به شما میگم، حکومتی که هیچ توان نداره یک وقت فریاد میکرد آقای کرزی که چرا جامعه جهانی متوجه لانه جاسوسی در لانه تروریست در خود پاکستان نمیشه؟ صدها بار فریاد میکرد یه حرف میگفت، ولی وقتی که امروز آمریکا فشار میده برای پاکستان، آقای کرزی همراه است با پاکستانیا. امیدوارم چه متحد پارلمان دی حکومت آدمان ملیم چولد ترمان صدقه دی تفاهم ما سولیز جبا پیدای کید. مگه هم رئیسو اقا پیسی سی پرچم رو بلایی دی افغانستان دو برابر کرسی تر چو پولی اقا انکشافی پروزی شدی اقا پو مخواد دولار رسی. در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان، اعضای مجلس برای دومین روز روی طرح قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادگاه‌ها و قوه قضاییه که برای تصویب به مجلس فرستاده شده است بحث کردند. اما به علت اختلاف نظر در دو ماده این قانون، مجلس نمایندگان تصمیم گرفت تا هر دو نظر مخالف از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس یک جا گردد و سپس این قانون به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شود. ادامه خبرها از طولو و شبکه جهانی طولو نیوز. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر یک جهان فاقد از جنگ افزارهای هسته‌ای تاکید می‌ورزد. باراک اوباما میگوید که راست افغانی هسته‌ای به عنوان بزرگترین تهدید در برابر امنیت جهانی باقی مانده است و نیاز است تا در مبارزه با گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای تلاش‌های جدی صورت گیرند. با از ادامه تلاش‌های ایران و کره شمالی برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای سخت انتقاد می‌کند. باراک اوباما که در پایتخت کوریای جنوبی سخن می گفت متوقف شدن فعالیت های هسته ایران و کوریای شمالی را یک ضرورت می دانند و می گوید که رهبران ایران و کوریای شمالی باید بدانند که تلاش هایشان برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای به انزوای بیشتر تهران و پیونگیانگ خواهد انجامید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر حل مسئله هسته ایران از راه گفتگو تاکید می ورزد اما هشدار می دهد که فرصت کم است. There is time to solve this diplomatic. زمان برای حل مسئله هسته ایران از راه دیپلماتیک وجود دارد، اما این زمان کوتاه. ایران باید به جدیت گام بردارد و بر بنیاد تعهدات جهانی عمل کند. باراک اوباما در بخش از سخنانش هشدار می‌دهد که اگر کوریای شمالی از پرتاب یک موشک دوربار در ماه آینده دست بر ندارد، با تحریم‌های تازه روبرو خواهد شد. به رهبران پیونگ یانگ می‌گویم که انتخاب در دست شماست و این تصمیم است که شما باید بگیرید. ما امروز میگوییم که پیونگ یانگ می تواند سال را دنبال کند و به مردم کوریای شمالی یک زندگی بهتر را فراهم سازد. این گفته های آقای اوباما در حال ابراز می شوند که حکومت ایران با سلامیز خواندن فعالیت های هسته این کشور بر ادامه این فعالیت ها تاکید می ورزند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. راهپیمایی صدها تن در پاکستان در اعتراض به پرچمی های برق به خشونت گرایید. مقام های پاکستانی میگویند که درگیری معترضان با پلیس در شهر لاهور به کشته شدن یک معترض انجامید. این معترضان میگویند که حکومت پاکستان در برابر کمبود و پرچمی های برق در بخش های از لاهور به تفاوت مانده است. حکومت عراق در آستانه برگزاری نشست اتحادیه عرب در بغداد تدابیر شدید امنیتی را در این شهر روی دست گرفته است. مقام های امنیتی عراق میگویند که پرواز هواپیماها بر فراز شهر بغداد تا پایان این نشست ممنوع شده است. این نشست اتحادیه عرب فردا آغاز می شود و محور اصلی آن بحران سوریه گفته شده است. ایالات متحده آمریکا و روسیه پشتیبانیشان را از ماموریت کوفی آنان برای حل بحران سوریه اعلام کردند. باراک اوباما و دیمیتری مدودوف هنگام دیدار در پایتخت کره جنوبی توافق نمودند تا برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه از ماموریت کوفی آنان پشتیبانی نمایند.
باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. خدمات نسل سوم فناوری مخابراتی یا 3G از سوی شرکت مخابراتی اتصالات معرفی شد. این شرکت که به تازگی جواز ارائه خدمات 3G را از وزارت مخابرات گرفته است میگوید که باشندگان افغانستان پس از این میتوانند مانند باشندگان کشورهای دیگر از بهترین فناوری مخابراتی و اینترنتی استفاده کنند. استفاده از خدمات نسل سوم فناوری مخابراتی یا 3G به دارندگان تلفن‌های همراه این امکانات را می‌دهد که از تلفن‌هایشان به اینترنت با سرعت زیاد دسترسی پیدا کنند، ارتباط زنده ویدیویی برقرار سازند، با تبادل ویدیویی موسیقی و عکس بپردازند و صدای شفاف در مکالمات تلفنی بهره ببرند. اتصالات افغانستان همواره متحد به خدمات به افغان‌ها بوده و در امر ایجاد یک جامعه مترقی افغانی با افغانان دوشادوش کار خواهد کرد. از آنجایی که امروز یک روز نهایت مهم در تاریخ شرکت اتصالات است، لازم است تا از آن تجلیل نماییم. باید گفت که با راه اندازی خدمات 3G یا نسل سوم مخابرات، تغییرات چشمگیر را در سکتور مخابراتی کشور شاهد خواهیم بود که نه تنها یک گام ارزنده در بخش مخابرات بوده، بلکه تاثیرات مثبت را در زندگی روزمره افغانان خواهد داشت. بر بنیاد اطلاعات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، همکنون بیش از 18 میلیون تن که 86% جمعیت کشور را می‌سازند، به خدمات مخابراتی دسترسی دارند. و 3G تازه‌ترین فناوری مخابراتی است که شرکت اتصالات خدمات آن را به باشندگان کشور عرضه می‌کند. کارهای توسعه‌ای در 10 سال گذشته در ولایت پکتیکا پاسخگوی تمامی نیازمندی‌های باشندگان این ولایت نبودند. ولی پکتیکا میگوید از آنجا که اقتصاد باشندگان این ولایت عمدتاً وابسته به کشاورزی است، ساختن بندها و توسعه کشاورزی از خواستهای بنیادی باشندگان ولایت پکتیکا است. اندک بودن پروژه های توسعه‌ای و برآورده نشدن تمامی خواستهای باشندگان ولایت پکتیکا انتقاد والی این ولایت را برانگیخته است. چنانکه والی پکتیکا به تولونیوز میگوید که به تازگی مصوبه شورای وزیران را برای ساخت چند بند آب به دست آورده است و از دولت میخواهد با آغاز سروی و ساخت این بندها آب مورد نیاز زمین های کشاورزی این ولایت را تامین کند. یو په مرکز شرنه کده او یو هم دی سروبی په ولسوالی کده چې هغه دی زمی په نامه یادیږي او په شرنه کې دی پلتو په نامه یادیږي. په پکتیکا کې درې یا څلور نور هم داسې ځایونه شته چې هلته بندونه جوړ شي، خو زموږ په 1991 کال کې اغه لومړیتوبونه دغه دوه بندونه دي چې په دغه دوه بندو باندې کار شو. به نظر میرسد که نبود ظرفیت لازم برای استفاده از آبهای جاری کشور تنها در ولایت پکتیکا محدود نمی شود. پیش از این آگاهان اقتصاد گفتند که بعلت سرازیر شدن آبهای جاری افغانستان به کشورهای همسایه، افغانستان سالانه چندین میلیارد دلار از درآمدهایش را که می تواند با مهار این آبها به دست بیاورد از دست می دهد. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 49.70 افغانی، یک یورو 65.90 افغانی، یک درهم امارات 13.50 افغانی، 1000 روپیه هندی 1025 افغانی، 1000 تومان ایرانی 26.30 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی. با عرض سلام به رویدادهای ورزشی خوش آمدید. ورزشکارانی که در سال 1390 هجری خورشیدی از رقابت‌های برون‌مرزی مدال به دست آوردند، از سوی ریاست جمهوری پاداش دریافت کردند. کمیته ملی المپیک می‌گوید بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی، بیشتر از 9 میلیون افغانی برای 300 مدال آور و با در نظر داشت اهمیت مدال‌هایشان توزیع شد. محفل ستایش از مدال آوران در کمیته ملی المپیک برگزار شد. شماری از ورزشکاران از اینکه پاداش زحماتشون را از سوی رئیس جمهور کرزی به دست آوردن خرسند هستند، اما شماری دیگر از ورزشکاران چندان خوشنود به نظر نمی رسند. این تشویقی که رئیس جمهور میکنه ورزشکار تقویت میسازه که دیگه بتونه مقام بیاره و به کشور خود افتخار کنه و بیرق افغانستان به اهتزاز زر بیاره. ارزش مدال را در نظر بگیرم که آیا این مدال از کدام مسابقه گرفته شده و در چه ساعتی بوده است؟ باید ارزش مدال در نظر گرفته شود، یعنی یک ورزشکاری است مثال میره و یک مسابقات که از مسابقات جهانی، یعنی سم صحیح مسابقه جهانی است، از اون مسابقه مدال میگیرد، ولی یک ورزشکاری است میره مسابقات جهانی نیست ولی من میگم جهانی است. یک خواهش دیگه از رئیس جمهور دارم که یک ماش تعیین شود تا ورزشکارا، مثلا یک ورزشکار تیم ملی تا چی وقت منتظر باشه که یک مدال بگیره و به او پول داده شود. ورزشکار تیم ملی باید ماش کافی داشته باشه. این ورزشکاران میگوین اگر مدال آوران حمایت اقتصادی شوند
و با زمینه‌های بهتر ورزش دسترسی داشته باشند می توانند پیروزی‌های چشمگیری را به دست آورند. تیم والیبال حوزه اول امنیتی با برتری در برابر اتفاق راهی دیدار پایانی رقابت‌های والیبال ولایت اروزگان شد. در این دیدار تیم حوزه اول 3-0 اتفاق را شکست داد و جواز حضور را در دیدار پایانی به دست آورد. در ادامه رقابت‌های امروز کندک شهرها در برابر آمریت ورزشی سفارایی کرد تا رقیب حوزه اول در دیدار پایانی مشخص شود. این رقابت‌ها با حضور 8 تیم باشگاه دست اول والیبال ولایت اروزگان در تیرین کود برگزار شد. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 9.5 5. مزار شریف آسمان ابری و احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 18.5 10. کندهار آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 22.5 13. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 25.5 16. و سرانجام در شهر هرات آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 22.2 12. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس.